فصل پنجم. علی دادی تا میبیندم نانبند را میگذارد لب تنور و میگوید آبروی چندین و چند سالمونم رفت. میگویم ولی با تو که کاری نداشتن. نان را میچسباند به تنور و سرش را از جلوی آتش میکشد کنار و میگوید درسته کاری نداشتن، ولی همین که آدم پاشو گذاشت تو شهربانی هزار تا حرف مفت پشت سرش ریسه میکنن، به خصوص که یه همچه اتفاقی هم افتاده باشه. علی دادی نانبند را میگذارد رو دستگاه و ریش کوتاه و حنایی رنگش را میخاراند و میگوید ناشتایی که نخوردی؟ میگویم نه. معده‌ام قرقر میکند، خالی خالی است. استکان چای را که میخورم دلپیچه میگیرم، کم مانده است که استفراغ کنم. چته؟ چطور مگه؟ یه دفعه رنگت پرید، دلم درد گرفته. علی دادی برایم جاجیم پهن میکند و مینشینم. حالم جا میآید. دو لقمه نان و پنیر میخورم و بلند میشوم. کجا؟ گرما دارد آغاز میشود. میگویم شهربانی. انگار میداند. میزند زیر خنده و میگوید خبر داری دیشب استوار مینایی نذاشته که ممدو آزاد بشه؟ نذاشته؟ ازش زامنم قبول نکرده. چرا؟ باز میزند زیر خنده و میگوید چه میدونم، گردن اونا که میگن، خودشم دیشب تو شهربانی خوابیده. تو شهربانی ممدو رنگ پریده و بیخوابی کشیده رو نیمکت نشسته است. گروهبان مرادعلی به ستون ایوان تکیه داده است و سیگار دود میکنه. ساعت 8 گذشته است، اما هنوز رئیس اداره آگاهی نیامده است. استوار مینایی تو شهربانی نیست. رو گونه مهتابی رنگ ممدو خراش کوچکی افتاده است. موی سرش به خلاف همیشه پریشان است و یک دسته مو رو پیشانیش افتاده است. ممدو این گنجشک رمیده کس کرده است و رو نیمکت نشسته است. تا میبیندم انگار جان میگیرد. یک ریز حرف میزند. ای استوار مینایی بیناموس دیشب نذاشت زامن بدم و آزاد بشم. گفت الا ولا که زامن قبول نمی کنم. ازش شکایت میکنم. شهر هرت که نیست. حالا مردم هزار تا چرند پشت سرم میگن، به خصوص که خودشم دیشب تو شهربانی خوابید. تکلیفشم که معلومه، آدم بدنامی هم که هست، شهر هرت که نیست. ازش شکایت میکنم. جناب رئیس که اومد ازش شکایت میکنم. ممدو یک لحظه سکوت میکند و بعد میپرسد تو گروهبان مرادی رو ندیدی؟ میگویم نه. باز میپرسد تو میگی یه عریضه برای رئیس شهربانی بنویسم یا وقتی اومد جلوشو بگیرم و همینجوری بهش بگم؟ میگویم چی میخوای بگی؟ میگوید همین دیگه، شکایت از دست استوار مینایی. که چی؟ چرا دیشب نذاشت زامن بدم؟ لابد صلاح ندیده. چرا خودش خوابید شهربانی؟ لابد کشی کش بود. چشمان سیاهش گرد می شود و با تعجب نگاه هم می کند و می گوید کشیک و سکوت می کند. سر و کله قفوری پیدا می شود. سید همراهش است. لابد گیلان هنوز از مغویه بر نگشت است. سید لنگوته را رو شانه جا به جا می کند. دامن دشداشه را بالا می گیرد و می نشیند رو نیمکت و قر می زند. هم آبرومون رفت و هم از کار و کاسبی وا شدیم. زیر زبانی میگویم هر کس خربزه بخوره پای لرزشم باید بشینه. سید یکو براق میشود. به دو دست بریده قمر بنی هاشم اگه با ای زرک سر و سری داشتم. نداشتی؟ نه که نداشتم، جدم به کمرم بزنه اگه داشتم. بعد جوری یک هو جوشی شده است. پس چرا احضارت کردن؟ من چه میدونم چرا احضارم کردن؟ پاهایش رو هم میاندازد و ادامه میدهد
دو سه دفعه اومد و ازم عرق خرید. همین و همین. ای که گناهی نداره، جرمی نداره، ضامن و بازجویی نداره. سیگاری میگیراند و چند نفس پیاپی میزند. سید دروغ میگوید. گاه گداری به خانه شریفه میرفت و بیشتر زورهای داغ میرفت که هیچ کس تو کوچه ها نباشد. رئیس شهربانی میآید. ممدو یکهو از جا میپرد و سر راهش را میگیرد. رنگ ممدو مثل گچ شده است. صدایش لرزان است. جناب رئیس، یه عرضی دارم. رئیس شهربانی بی اعتنا از پله ها میرود بالا. ممدو جرأت نمی کند برود دنبالش. بور می شود. همانجا جلوی پله ها می ماند. گروهبان مرادعلی ازش می پرسد عرضت چیه دیگه؟ ممدو می گوید سیل ای. اگه می خواستم بگم که تا حالا گفته بودم. پانویس سیل یعنی نگاه. سیل ای یعنی اینو نگاه کن. ادامه داستان. حیات شهربانی پر شده است آفتاب. کبوترها از رو هره آفتابگیر پرکشیدند و رو چندلهای دالان شهربانی نشستند و قوقو می کنند. رئیس اداره آگاهی پیدایش می شود. کارتون بزرگی زده است زیر بغل. بی اینکه نگاه من بکند می رود تو اتاق. گروهبان مرادعلی برایش چای می برد. فکر می کنم که باز هم یکی یکی صدا من می کند اما خبری نیست. کم کم حوصله هم سر می رود. سیگاری می گیرانم و با دودش تفنن می کنم. پاسبان کوتاه قامت و سیه چرده می آید به طرفم. یا سیگار بده دود کنیم هم قطار. بهش سیگار می دهم. اشاره می کنم به گروهبان مرادعلی. می آید و سیگار بر می دارد و می گذارد تو جیب بلوزش و می گوید بعد می کشم دیگه. صدای خفه مردی زیر طاق دالان شهربانی می پیچد. یکی از پاسبانها باش گلاویز شده است. کجا میری عمو؟ با جناب رئیس کار دارم. صدای گروهبان مرادعلی در می آید. بزارش بیاد تو دیگه. مرد روستایی میان قامتی است که زیر شلواری سفید چرک مرده‌ای به پا دارد و خشتک تنبانش تا زانوهاش می رسد. پیراهن گشاد و بلندی به رنگ اخرا پوشیده است و لنگوتهی مثل دستار به سر بسته است. گروهبان مرادعلی صدایش در می آید. بیا اینجا ببینم عمو دیگه چرا سر و صدا را انداختی دیگه؟ هی به قربونت جناب رئیس، آبروم رفت، تو سر و همسر آبروم رفت، دیگه نمیتونم سرم و بالا بگیرم، دستم به دامنت جناب رئیس. از 50 سال بیشتر دارد. ریشش جوگندمی است. تارهای سفیدی تو ابروهایش دویده است. جناب رئیس از دست ای خرسو پس کاکلی نجاتم بده. از دست ای رئیس پاسگاه نجاتم بده. همش طرف خرسو پس کاکلی رو میگیره. دستم به دامن جناب رئیس. از یکی از روستاهای نزدیک آمده است. یک ریز حرف میزند و دادخواهی میکند. به دادم برس جناب رئیس. مگه اینجا عدالت خونه نیست؟ مگه اینجا اداره نیست؟ مگه اینجا نظمیه نیست؟ به دادم برسین، به فریادم برسین. اگه این ننگو پاک نکنین خودمو میکشم. رئیس شهربانی از اتاق میزند بیرون و رو نرده لب بام خم میشود و میگوید چه خبره؟ مرد روستایی سرش را بالا میگیرد و رئیس شهربانی را میبیند. هی به قربون اون سبیل مردونت، به فریادم برس، آبروم رفت، و تند میراند به طرف پله‌ها که برود بالا. هی به قربون او کاکلت، هی به قربون او قد و بالای بلندت، به دادم برس وگرنه خودمو میکشم. گروهبان مرادعلی رو پای سالمش چرخ میزند و پای لنگش را پیش می اندازد و سر راه مرد روستایی را می گیرد. کجا میری دیگه عمو؟ اگه شکایت داری بیا اینجا دیگه. مرد روستایی می رود تو حرف گروهبان مرادعلی. آه شکایت دارم. از دست پس کاکلی شکایت دارم. از دست ای خرسوی کونکلوفت شکایت دارم. آه شکایت دارم. رئیس شهربانی می گوید
صداشو ببر مراد علی، حوصله ندارم. و از نرده جدا می شود و می رود تو اتاق. بگو بینم درد چیه دیگه؟ هی به قربونت جناب رئیس، دردم چطور بگم دردم چیه؟ درد ناموسیه، ناموسم به باد رفت، آبروم رفت، دیگه نمیتونم تو سر و همسر سر بلند کنم. لب بالای گروهبان مرادعلی به نوک دماغش میچسبد و میپرسد کسی به زنت تجاوز کرده دیگه؟ ابروهای مرد روستایی بالا میجهد و چشمانش گشاد میشود و میپرسد به زنم چی کرده؟ مرادعلی میگوید تجاوز دیگه. مرد روستایی یک لحظه سکوت می کند، انگار قصد گروهبان مرادعلی را می فهمد. یک هو به حرف می آید. به زنم؟ نه آقا، خدا نکنه، کسی به زنم کاری نکرده، خدا نکنه. زنم پارسال رحمت خدا رفت. نه آقا، نه زنم، نه خدا بیامرزتش. گروهبان مرادعلی می پرسد پس چی دیگه؟ به دخترت؟ نه نه، خدا از زبونت نشنفه، نه دخترم نه. حوصله گروهبان مرادعلی سر می رود. پس لابد پسرت دیگه. پسمو؟ اگه پسمو اینجا بود که خرسو جرأت نمی کرد ای بلا رو سرم بیاره. پسمو رفته قطر کار کنه. صدای گروهبان مرادعلی بلند می شود. پس چی دیگه؟ انگار مرد روستایی خجالت می کشد، من و من می کند و بعد دست گروهبان مرادعلی را می گیرد و می کشدش کنار و زیر گوشش پچ پچ می کند. یک هو لب بالای گروهبان مرادعلی به نوک دماغش می چسبد و قهقه را سر می دهد. روستایی جوشی می شود و از کوره در می رود. خنده نداره جناب رئیس، آبروم رفته، تو می خندی؟ شکایت دارم. روستایی بیخ گوش گروهبان مرادعلی گفته است که خرسو پسر کاکولی مایع لزج فرج الاغ ماده ای را گرفته است و به مقعد الاغ نرش مالیده است و حالا همه خرهای نر دهکده ریسه می شوند به دنبال خرش و کار به جایی کشیده است که حتی هر خر لنگی هوس می کند که رو گرده خر نرش بپرد. هی به قربونت سرکار، ای خنده نداره، آبروم رفته. روستایی صدایش را میآورد پایین و ادامه میدهد آبرو خرم رفته، خرم که مثل شیر نره، زبون بسته دیگه از حال رفته. پاسبانها دورش جمع میشوند. روستایی به کسی مهلت حرف زدن نمیدهد، یک ریز حرف میزند. دیگه نا نداره، همینطور پاهاشو واز میکنه و گردنشو کج میگیره و تکون نمیخوره تا خرای دیگه بپرن رو گردش. همش تقصیر ای خرسو پس کاکولیه. یکو صدایش بلند میشود آبروم رفت جناب رئیس، به خرم به شیر نرم تجاوز شده، دیگه روی برگشت ندارم. یه فکری به حالم بکنید، از دست خرسو شکایت دارم. رئیس آگاهی از اتاق میزند بیرون، پرونده‌ای زیر بغل دارد. چه خبره؟ روستایی خیز برمی‌دارد به طرفش. گروهبان مرادعلی سر راهش را می‌گیرد. کجا میری تو هم دیگه؟ صبر کن استوار مینایی بیاد شکایت کن. رئیس اداره آگاهی با سر به مرادعلی اشاره می‌کند و به ما می‌گوید که همراهش راه بیفتیم تا برویم خانه شریفه. روستایی دم دالان شهربانی سر راه رئیس اداره آگاهی را می گیرد. هی جناب رئیس. گروهبان مرادعلی کنارش می زند. گفتم صبر کن دیگه. رئیس آگاهی که انگار همه ی حرفا را شنیده است، با چشمان گشاد و شیشه‌ایش که هیچ حالتی ندارد به مرد روستایی می گوید چرا نمیری پاسگاه شکایت کنی؟ مرد روستایی فریاد می کشد پاسگاه؟ پاسگاه طرف خرسو رو میگیره. 100 دفعه شکایت کردم. باز رئیس شهربانی لب بام پیدا میشود. این مردی که چی میخواد این همه سر و صدا را انداخته؟ استوار مینایی سر میرسد. چه خبره؟
روستایی می رود به طرفش. ای به قربونت، شکایت دارم، هیچ کس به دادم نمی رسد. استوار مینایی می رود تو اتاق. به روستایی اشاره می کند. بیا تو بینم. همراه رئیس اداره آگاهی و گروهبان مرادعلی از شهربانی می زنیم بیرون. تو کوچه ها مردم از رفتن باز می مانند و نگاه من می کنند. چند کودک قد و نیم قد دنبال من راه می افتند. زنی که برقع زده است و تمام تنش را شعله سیاه رنگی پوشانده است می ایستد و نگاه من می کند و چیزی زیر لب زمزمه می کند. گروهبان مرادعلی بر می گردد به طرف بچه ها و سرشان داد می کشند. بریم گمشین دیگه. انگار حلوا خیرات می کنن. دنبالمون راه افتادن دیگه. بچه ها عقب می نشینند. ناگاه صدای زیر یکی از بچه ها بلند می شود. شریفه دندون تلاش جومه ویل سیاش خبراده دوسش که قفوری آشناشه. گروهبان مرادعلی یکهو هجوم میبرد به طرف بچه ها. مادر به خطاها دیگه. و چند قدمی لنگان لنگان دنبالشان میکنند. بچه ها لابلای خانه های روهم ریخته قیبشان میزند. گروهبان مرادعلی زیر لب زمزمه میکند. حالا دیگه آواز هم ساختن برا بیچاره. گروهبان مرادی سر میرسد. میرود به طرف ممدو. گروهبان مرادعلی جلوش را میگیرد. با متهم حرف نزن دیگه. رئیس آگاهی میگوید سخت نگیر سرکار مرادعلی. البته مرادی به رئیس آگاهی سلام میکند. رئیس اداره آگاهی سر تکان میدهد و چیزی نمیگوید. خیس عرق است. پیراهنش به گرده اش چسبیده است و رو کتفایش شوره زده است. از جلوی قهوه خانه انور مشتی که میگذریم قدم بلند می شود و همراهمان راه می افتد. انور مشتی تو گلو باد می اندازد و دستش را تکان می دهد و بلند می گوید یا الله. تو دلش قند آب می شود. انگار خوشحال است که ممدو تو تله افتاده است. ساعت از 10 گذشته است. فرصت نکردم بروم پادگان حاضری بدهم. قدم رو پاهای کلفتش قل می خورد و کنار گروهبان مرادی راه می رود. اخم گروهبان مرادی تو هم است. گروهبان مرادعلی حائل شده است بین ممدو و گروهبان مرادی. عمد دارد که هر طور شده است نگذارد با هم حرف بزنند. انگار قدم را به مرادی پرچ کردند. پا به پایش راه می رود. یک هم مرادی به حرف می آید. چیه زن؟ ایطوری خودتو به میچسبونی؟ قدم لبخند میزند. اصلا حالیش نیست که اوقات مرادی تلخ است. کی خودشو بهت چسبونده؟ یکم برو کنار بذار هوا بیاد با این تن گندت. مرادی از قدم کنار میکشد. قدم به دنبالش میرود. نترس جونم نترس. نمیگم که تو شریفه رو سر به نیست کردی که ممدو رو از دستت در نیاره. گروهبان مرادی فریاد میکشد این مزخرفات چیه زن؟ اومدم همین مزخرفات رو به جناب رئیس بگم. رئیس آگاهی سر بر میگرداند و با چشمان گشادش که به چشم وزق میماند به قدم نگاه میکند. قدم میگوید ها جناب رئیس اومدم همین مزخرفاتو بگم. رئیس آگاهی چیزی نمیگوید. گونه ها و گردن رئیس آگاهی خیس عرق است. به خانه شریفه میرسیم. بچه ها جا به جا از لای دیوارهای فرو ریخته پیدایشان میشود. در اتاق شریفه قفل است. گروهبان مرادعلی میایستد بالای تل خاک جلوی خانه شریفه. دالا گمشین. بچه ها را می تاراند و بعد گروهبان مرادی و قدم را از جلوی خانه رد می کند. برین کنار حواس جناب رئیس پرت می شه. رئیس آگاهی در اتاق را باز می کند. تو اتاق همه چیز در هم شده است. رخت خواب به هم ریخته است و متکا افتاده است کنارش. انگار که رو رخت خواب کشتی گرفتند.
در صندوق باز است و تمام خرت و پرت‌های شریفه کف اتاق ولو شده است. کوزه سفالی قلیان شکسته است و هر تکش جایی پرت شده است. رئیس آگاهی سوال می کند. سوالهایش بی ربط است. کارهایش زار می زند که دارد اسقاط تکلیف می کند. پرونده را ورق می زند و ازم می پرسد تو اون شب البته اینجا که بودی اتاق اینطوری ریخته و پاشیده بود؟ نه. قبقب گوشتیش پر و خالی می شود. خب البته نبود. پس چی بود؟ سوالش بی‌معنی است. می گویم نبود دیگه. همه جا منظم بود، مرتب بود. چند لحظه فکر می کند و باز می پرسد ای کوزه قلیون چی؟ اینم سالم بود البته؟ سرم را تکان می دهم. رخت خوابم که اینجوری جنگ زده نبود البته. جنگ زده؟ انگار بی‌حوصله است. سر و دستش را تکان می دهد و می گوید البته منظورم اینه که ریخته و پاشیده. نه نبود. سر تکان می دهد و زیر لب می گوید که نبود البته. رئیس اداره آگاهی با دستمال دماغش را می گیرد و سیگاری آتش می زند و رو می کند به ممدو. تو چی البته؟ چشمان سیاه ممدو دو دو می زند. صدایش لرزه دارد. من؟ خب بله تو البته. تو آخرین دفعه که اومدی پیشش کی بود البته؟ ممدو دست پاچه شده است. گفتم که دیشب گفتم. دوباره بگو البته. ممدو دوروبر اتاق نگاه می کند. بعد نگاهش به در اتاق کشیده می شود. انگار انتظار دارد که گروهبان مرادی به کمکش برسد. بگو جانم. دوباره بگو البته. دو هفته قبل دوشنبه شب بود. رئیس آگاهی به پرونده نگاه می کند. انگار تو پرونده دنبال اقاریر ممدو می گردد. همینطور که سرش تو پرونده است از ممدو می پرسد دیشب تو شهربانی خوابیدی البته؟ خون می جهد به صورت ممدو. زیر لب می گوید شما که رفتین ضامن ازم قبول نکردن. رئیس آگاهی چشمش را از پرونده می گیرد و به ممدو نگاه می کند و می گوید استوار مینایی البته؟ ممدو سرش را می اندازد پایین. پیشانیش و گونه هایش از عرق برق می زند. رئیس آگاهی به این که موجه بزند چند لحظه ممدو را نگاه می کند و بعد یکهو انگار که یادش می آید باید از قفوری و سید هم چیزهایی بپرسد رو می کند به قفوری و می گوید تو چی البته؟ پای راست قفوری جای خودش می لرزد و حرف می آید. همه چیزو که گفتم دیشب گفتم. دوباره بگو البته. چی بگم؟ چند وقت بود می شناختیش؟ دو ماهی می شد. که دو ماه البته. سید بی‌طاقت شده است و حرف می آید. جناب رئیس این دردسرا چیه برامون درست کردین؟ آبرومون همه جا رفت. از کار و کاسبی هم شدیم. ساکت البته. سید ساکت می شود. قبقب رئیس اداره آگاهی پروخالی می شود. اگر فکر آبروت بودی البته نمی رفتی پیشش. صدای سید بلند می شود. من کی رفتم پیشش؟ کی گفته من رفتم پیشش؟ چند دفعه رفتی پیشش البته؟ هیچ دفعه. چند دفعه البته؟ سید کم حوصله سرش را میگرداند و میگوید هی میگم نره هی میگه بدوشش. بابا هفت قدم به طرف حضرت عباس که اگه ما رفته باشم پیشش. سید ساکت میشود. خودش را میخورد. رئیس اداره آگاهی به یکی یک چهره ها ما نگاه میکند و بعد میگوید خیلی خوب البته بریم. از اتاق میزند بیرون. دنبالش راه میفتیم. در اتاق را قفل میکند. بالای تل خاک جلوی خانه شریفه چشمش میفتد به نقش کف پوتین که تو گل خشک شده است. یکو انگار چیزی به ذهنش رسیده باشد به پوتین هام نگاه میکند. پوتین تو بذار تو این جا پوتین ببینم. گروهبان مرادعلی سر راه گروهبان مرادی را گرفته است که جلو نیاید.
تکان میخورم که کف پوتینم را بگذارم تو جای پوتین. نه صبر کن، البته ممکنه خرد بشه، پوتین تو درار. همین کار را میکنم. رئیس آگاهی پرونده را میگذارد زیر زانویش و آهسته پوتین را میگذارد رو نقش پوتین. پوتینم تو قالب گلی پوتین که رو تل خاک نقش بسته است گم میشود. رئیس آگاهی سرش را میگرداند و زیر لب میگوید نه نشد البته. تا بند پوتینم را ببندم دور شدند. قدم قل می خورد و پا به پای گروهبان مرادی راه می رود. تو شهربانی پاسبانها دوروبر مرد روستایی حلقه زدند و سر به سرش می گذارند. انگار قضیه را به رئیس شهربانی هم گفتند. به نرده لب بام تکیه داده است و قهقه می زند. عمو خرت پیره یا جوون؟ خرم جوونه جناب رئیس، عمرش 3 سال بیشتر نیست. اما چی بگم جناب رئیس، ای عادت بدش آبرو برام نذاشتی، همشم تقصیر ای خرسو فلان فلان شده است. خب خرت بفرست مسافرت، شاید ای عادت بد از سرش بیفته. مرد روستایی بهت زده به چشمان پاسبان سیه چرده نگاه می کند و می گوید مسافرت؟ بعد با ریشش به اتاق استوار مینایی اشاره می کند و ادامه می دهد شکایت کردم به جناب رئیس، خودش می دونه. گفت بروم ده و کارم نباشه، گفت که تلافی سر خرسو در میاره. ها؟ تو چی گفتی جناب رئیس؟ بفرستمش مسافرت؟ یعنی چی بفرستمش مسافرت؟ یعنی که یه مدتی بره استراحت کنه. مرد روستایی میزند زیر خنده استراحت کی بافهاره ببره خرمنجا. رئیس اداره آگاهی میرود تو اتاق و باز بلا تکلیف میمانیم تو حیات. صدای رئیس شهربانی بلند میشود دیگه بسه، ردش کنین بره. گروهبان مرادعلی زیر بازوی مرد روستایی را میگیرد. بیا عمو دیگه، بیا برو پی کارت. مرد روستایی به چشمان گروهبان مرادعلی نگاه میکند و میگوید بروم پی کارم، پشکایتم. و باز به اتاق استوار مینایی اشاره میکند و میگوید خود جناب رئیس گفت که تلافی در میاره، مو از دست ای خرسو زندگی ندارم. گروهبان مرادعلی مرد روستایی را میراند به طرف دالان و میگوید شکایت که کردی دیگه، برو پی کارت دیگه، به شکایتت رسیدگی میشه دیگه. مرد روستایی در آستانه دالان میایستد و میپرسد خیالم راحت باشه، جناب رئیس خودش رسیدگی میکنه، برم دیگه خیالم راحت باشه. لب بالای گروهبان مرادعلی به نوک دماغش میچسبد و میگوید راحت راحت و هلش میدهد و از در شهربانی بیرونش میکند. دلم برای یک پیاله چای لک زده است. به گروهبان مرادعلی میگویم اینجا یه فنجون چای پیدا نمیشه؟ من و من میکند و آهسته میگوید شدن که میشه دیگه، ولی خب قند و چای رو خودمون میخریم، اداره که نمیده دیگه. سیگار تعارفش میکنم. دو نخ بر میدارد و میگذارد تو جیبش و میگوید بعد میکشم دیگه. میگویم بیشتر بردار. نگاهم میکند و لبخند میزند و دو نخ دیگر بر میدارد و میگوید الان برات چای میارم. چای جوشیده است اما حلق خشکم را تازه می کند. هوا حسابی گرم شده است. نزدیک ظهر است. رئیس آگاهی صدام می کند. می روم تو اتاق. هوای اتاق خفه و دمدار است. بشین البته. می نشینم روبرویش. وزوز مگس ها و زنبور سرخ درشتی
که به بزرگی یک جراده است اتاق را پر کرده است. رئیس آگاهی با خطکش بازی می کند. چشمش دنبال مگس ها و دنبال زنبور است. قبقبش پر و خالی می شود و حرف می زند. البته می دونی که یک قتل اتفاق افتاده. آهسته می گویم نه. خطکش بی حرکت می شود و چشمان شیشه‌ای رئیس آگاهی به چشمم دوخته می شود و می گوید نه؟ نه. چطور نه؟ بی تفاوت می گویم شاید خودکشی کرده باشه. رئیس آگاهی بلند نفس می کشد و دوباره خطکش را به حرکت در می آورد و می گوید هزار تا دلیل هست که به قتل رسیده. البته سکوت می کنم. ادامه می دهد مگه رو گردن جسد اون خراش ها رو ندیدی؟ مگه کوزه قلیون شکسته نبود؟ رخت خواب به هم خورده نبود؟ چیزی نمی گویم. رئیس آگاهی می پرسد چی میگی؟ البته می گویم هیچ. پس البته قتل اتفاق افتاده. شانه هایم را بالا می اندازم. رئیس آگاهی یک هو خیز بر می دارد به طرف زنبور. زنبور تیز پر می کشد و دور می شود. لاکردار چقدر تیزه. خطکش را پرت می کند رومیز و می گوید باید کتباً التزام بدی که تا اطلاع ثانوی از لنگه بیرون نری. حتی بندر کنگ؟ حتی بندر کنگ البته. دسته یادداشت را هل می دهد به طرفم و می گوید بنویس. قلم را بر می دارم و منتظر می مانم. بنویس این جانب البته. نارنج هایش را به میز تکیه می دهد و سرش را تو دو کف دست می گیرد و ادامه می دهد کتباً التزام می دم که نه نه کتباً رو خط بزن. البته چند لحظه سکوت می کند و بعد سیگاری می گیراند و می گوید خودت بنویس دیگه سوادم که داری. البته و سرش را تو دو کف دست می گیرد و خرت و پرت های رومیز را نگاه می کند. تعهد را می نویسم، می خواندش و سر تکان می دهد و می گذاردش تو پرونده. بفرمایید. نفس بلندی می کشد و پرونده را می بندد. بله بفرمایید. خواهش می کنم. البته. رئیس آگاهی لبخند می زند. لبخندش بیرمق است و سردرگم. گمان می کنم که پرونده شریفه برای همیشه بسته شد. این مطلب از نگاه و از لبخند رئیس اداره آگاهی پیداست. از شهربانی که می زنم بیرون اول می روم پادگان حاضری می دهم و بعد یک راست می روم خانه. علی ایستاده است جلوی پنجره و تو کوچه را نگاه می کند. می پرسم نخوابیدی؟ چشمانش سرخ‌تر شده است. عین قدح خون. چرا؟ یه چرت زدم. گمان نمی کنم خوابیده باشد. نفسش بوی تند عرق می دهد. انگار عرق خوردی. یکی دو استکان. بیشتر خورده است. لیوان نصفه پناه ستون پنجره است. یک جرعه سر می کشد و می پرسد شهربانی چی شد؟ میگویم هیچ. دنبالم راه میافتد تو اتاق. قاتل پیدا نشد؟ میگویم قاتل چی بابا؟ با این کاراشون ول مطلن. چند لحظه با چشمان سرخ و سرگردان نگاه هم میکند و زیر لب میگوید یعنی چی که ول مطلن؟ بهش میگویم که رئیس آگاهی همه چیز را سرهم بندی کرده است و لای پرونده را هم گذاشته است. چند لحظه فکر میکند و بعد به حرف میآید. یعنی میخوای بگی که قضیه براشون مهم نیست؟ میروم ته اتاق که برای نهار فکری بکنم. نه براشون اصلا مهم نیست. میآید به طرفم. یعنی این که جون یه آدم اصلا براشون اهمیت نداره؟ دارد حوصله‌ام را سر میبرد. لابد از مستی است. برمیگردد به طرف پنجره و زیر لب زمزمه میکند یه آدم کشته شده و براشون مهم نیست که قاتل پیدا بشه یا نشه.
میروم تو دلش تا شاید ساکتش کنم. تو اصلاً چه اصراری داری که بگی کشته شده؟ از کجا معلوم که خودشو غرق نکرده باشه؟ یک جوره عرق از لب لیوان میمکد و سرش را تکان میدهد و آرام میگوید ممکنه، همه چی ممکنه. چرا ممکن نیست؟ بله ممکنه. میروم تو حرفش. شب آخر من پیشش بودم. ششتانگی حواسش را جمع میکنند. ادامه میدم. یه طوری بود، بیقرار بود، کم حوصله بود، دلهوره داشت، انگار میترسید، انگار آتی کرده بود، حتی منو از خونه بیرون کرد. پیشانیش را میگذارد لب پنجره و به حرفهایم گوش میدهد. سکوت میکنم. زمزمه میکند بگو. حتی از خونه بیرونت کرد. بعد چی؟ دیگه چی؟ قاطی کرده بود. بعدش چی؟ کم کم دارم از دستش عصبانی میشدم. برای اینکه حرف شریفه را تمام کنم ازش میپرسم نهار نمیخوری؟ حرفی نمیزند. چیزی که به درد نهار بخورد تو خانه پیدا نمیشود. زمزمش را میشنوم. آه؟ بعدش چی؟ قاطی کرده بود. دندانهایم را رو هم فشار میدم و راه میفتم به طرف در اتاق. تو چارچوب در میایستم و بهش میگویم یکم برنج خیس کن تا برم ماهی بخرم و برگردم. میگوید برو. از اتاق میزنم بیرون. نهار که میخوریم علی بیتاب میشود. پا به پا میکند. زیر بادگیر دراز کشیدم و نگاهش میکنم. تو اتاق قدم میزند. در را باز میکند و میرود بیرون. باد گرمی لوله میشود و از بادگیر میزند تو. باد پوست را میچزاند. علی بر میگردد تو اتاق. کم حوصله است. بد جوری بیتاقت شده است. میایستد بالای سرم و میگوید میخوام برم خونه خورشید کلاه. چیزی بهش نمیگویم. تو نمیای؟ دستایم را رو سینم گره میزنم و میگویم نه. میگوید عقلت نمیرسه. چیزی نمیگویم. بلوزش را تن میکند و باز میگوید اقلکم از اینجا خنک‌تره، خارخونه داره. میگویم نمیام. چرا؟ دیشب اونجا بودم. گرفتار تریاک میشم. دستایش را به کمر میزند و میگوید میخوای بگی که من معتاد شدم؟ میگویم کم کم میشی. دستش را تکان میدهد و میگوید هیچ همچین حرفی نیست. آدم اگه یه ریز اراده داشته باشه گرفتار نمیشه. میگویم گمان نمی کنم همه یک کسانی که گرفتار شدن آدم های بی ارادهی بوده باشن. میگوید ای بابا تو هم چه فکرهایی می کنی؟ کلاهش را از گل میخ بر می دارد و می گذارد سرش و ادامه می دهد خب تو نکش بیا بخواب. میگویم نه نمیام. همین هوای گرم بهتره. خم می شود و مچ دستم را می گیرد و تلاش می کند که بلندم کند. تو هم چقدر بدپیله ای. پاشو بابا پاشو بریم. نمی توانم مقاومت کنم. نمی دانم هوس آرامش تریاک است که از زمین بلندم می کند و یا اینکه دلم می خواهد که به دل علی رفتار کنم. وسط گاراژ که می رسیم می گوید بذار عرقم ببریم. نیستم زیر سایبان گاراژ. علی بر می گردد و بطر بزرگی از پیت پر می کند عرق و همراهش می آورد. از راننده جهرومی خبری نیست. نمی دانم ظهرهای گرم را کجا سر می کند. از گاراژ می زنیم بیرون. برق آفتاب چشمهایم را می زند. یکی از شیشه های عینک دودیم شکسته است. اگر گذرم به پست خانه افتاد می دهم محمد نور شیشش را عوض کند. محمد نور عینک سازی هم می کند. عینک ذره بینی؟ خودم نمره چشمتو می گیرم. ساعت سازی هم می کند. ای چند تا پیچم اضافه اومده. ساعت مشتری را که از کار افتاده است می گیرد. زیر و بالایش را نگاه می کند و اسمش را می نویسد
و میچسباند به ساعت و میگذاردش تو جعبه آینه و میگوید یه هفته دیگه. و هفته بعد همراه ساعت کاغذ مچاله شده ای را که دو سه پیچ کوچک توش هست به دست مشتری میدهد و میگوید این چند تا پیچ هم زیادی اومده. اتاق مرد خورشید کلاه خنک است. تازه به خارهای قاب پنجره آب پاشیدند و بوی گس خار تو اتاق پخش شده است. خورشید کلاه می آید تو اتاق. سلام. چشمش که به من می افتد زیر گونه هایش چین می نشیند و لب پایینش شل می شود. انگار برایم دل می سوزاند. می داند که با شریفه سر و سری داشتم. مرد خورشید کلاه از اتاق می زند بیرون که منقل را روشن کند. قصد می کنم که لب به تریاک نزند. خورشید کلاه متکاها را می تکاند و می چیندشان کنار دیوار و پتوی کهنه ای می آورد و پهن می کند زیر منقل. همینطور که خودش را تو اتاق مشغول کرده است دزدکی نگاهم می کند. انگار از آمدنم پشیمان نیستم. ولی به خورشید کلاه که نگاه می کنم غم ناشناخته‌ای خلقم را تنگ می کند. جز نازکی تن هیچ شباهتی با شریفه ندارد. کنار می کشم و می گویم خب من خوابیدم. علی چیزی نمی گوید. خورشید کلاه می پرسد نمی کشی؟ می گویم نه. یکی از متکاها را بر می دارم و می روم ته اتاق و دراز می کشم. علی تکه داده است به متکا و سکوت کرده است. خورشید کلاه می آید به طرفم. چرا نمی کشی؟ می گویم میل ندارم. چیزی ندارد بگوید. چند لحظه ای بالای سرم می ماند و نگاهم می کند. چشمانش تو تاریک روشن اتاق سیاهی می زند. پیراهن کدری گشادی به تن دارد. تو زمینه صورتی پیراهن گلهای زرد ریزی نقش بسته است که خوش رنگ به نظر می آید. مرد خورشید کلاه با منقل می آید تو. چینهای صورتش از حرارت گلهای آتش تو هم رفته است و دهانش باز مانده است و لثه های خوردهش بیرون افتاده است. خورشید کلاه انگار که غافلگیر شده باشد یک هو تکان می خورد و راه می افتد به طرف در و می گوید برم چایی دم کنم. مردش میگوید کتری رو گذاشتم جوش بیاد. تو سکوت اتاق و تو تاریک روشن خنک اتاق قرش پریموس که تو ایوان است خواب‌آور است. شکمم پر است. سکوت و سنگینی مژه‌هایم را رو هم میبرد. چند لحظه بعد جیر جیر وافور را میشنوم. حالا پریموس خفه شده است. دارم خواب می روم که صدای علی را می شنوم. تو بد جوری امروز سر دنده چپ افتادی. بابا پاشو اقلن یه پیاله چای بخور. این که دیگه تریاک نیست گرفتارت کنه. بیمیل نیستم. شاید بیشتر برای اینکه بهانه داشته باشم خورشید کلاه را نگاه کنم. روز آنوها خودم را میکشم به طرف علی و همینطور که رو شکم دراز میکشم چانه ام را میگذارم تو دو کف دستم و رو آرنج هایم تکیه میدم. خورشید کلاه روبرویم نشسته است. اصرار ندارد که رانهایش پوشیده باشد. پوستش صاف است اما گرسنگی کشیده است و زردی میزند. چینهای زیر پستانهایش را صاف میکند و برایم چای میریزد. آب بگیرم روش؟ بگیر. صدای علی در می آید. بابا پاشو بشین چای طعم دلت بده. ای اداها چیه امروز از خودت در میاری؟ می نشینم. خورشید کلاه استکان چای را می دهد به دست مردش که بگذارد جلو. مرد خورشید کلاه به وافور ور می رود. همینطور که سرش پایین است و زبانش لای لبهایش است و تریاک را با سوزن جمع می کند رو حقه وافور، میپرسد تو جسد شریفه رو دیدی؟ علی سر تکان میدهد. مرد خورشید کلاه میگوید خدا قسمت نکنه. شده بود این هو؟ خورشید کلاه میرود تو حرف مردش و تلخ میگوید بس دیگه.
و رو میکند به من و ادامه میدهد: تا حالا 100 بار بیشتر تعریف کرده، حال آدمو به هم میزنه. مرد سکوت میکند. نمیدانم خورشید کلاه مراعات من را کرده است که جلوی حرف مردش را گرفت، یا اینکه حرف شریفه حالش را به هم میزند. مرد خورشید کلاه به وافور میدمد، انگار دمق شده است. حالی هم میشود که خورشید کلاه سوار مردش است. همچین که گفت بس دیگه، نفس مرد بریده شد و نطق نکشید. خورشید کلاه ادامه میدهد: دوست داره همش نفوس بد بزنه. خب یه دفعه هم یه چیزی بگو آدم دل شاد بشه. و انگار که با خودش است زیر لب زمزمه میکند: بس که خودمون غم و غصه نداریم، بس که در بدری و بدبختی نداریم، حالا باید دم و دقه حرف یه زن بدبخت و فلک زده رو بشنفیم که از بی کسی و بی کیزی همه درد و بلاهای عالم رو کشید و اینم عاقبتش. صدایش خفه است اما گرم و با احساس است. حرفایش انگار که بار دلم را سبک می کند. دلم می خواهد بلند شوم و بغلش کنم و پیشانیش را ببوسم. حالت شهوتگونه‌ای که گاه به گاه از نگاه کردن به حرکات خورشید کلاه به ام دست می داد زایل می شود و نوعی محبت و احساس همدردی به جایش می نشیند. مرد خورشید کلاه دود را تو سینه حبس می کند. سیبک خشک گلویش 2-3 بار بالا و پایین می شود و بعد دود را که رنگ باخته است و سفید شده است از لای لبهای داغ مبسته بیرون میدهد. برای علی تریاک میچسباند. علی وافور را رد میکند به طرف من. بکش. نه، گفتم که نمیکشم. بکش معتاد نمیشی. حالا دیگه حکایت اعتیاد نیست، قصد کردم که نکشم و نمیکشم. پس لج کردی؟ نه، لجم نکرد. بیشتر اصرار نمی کند. می کشد جلو و آرنجش را می گذارد رو ران مرد خورشید کلاه و به وافور می دمد. آتش گل می اندازد. بازتابش گونه های علی را گلی رنگ می کند. مرد خورشید کلاه می گوید: میل کن. مرد خورشید کلاه برایش آتش گرفته است. علی بست را با 2 پک پر نفس تمام می کند و می کشد عقب و تکیه می دهد به متکا و چشم را رو هم می‌گذارد. بطری عرق را گذاشته است کنارش. 1 پیاله ماست پودون زده هم هست با 3 استکان خالی. علی انگار هوس عرق خوردن ندارد. مرد خورشید کلاه دست دراز می‌کند و شیشه عرق را برمی‌دارد و رو می‌کند به علی. بریزم. علی مژه‌هایش را از هم جدا می‌کند و خواب زده می‌گوید: نه. برای تو با من است. میگویم نه. غر میزند. تریاک که نمیکشی، عرقم که نمیخوری. انگار میخواهد پشت بندش بیاید که پس برای چی زنده هستی؟ که نمیگوید. استکان را برای خودش لبالب میکند و گرماگرم لاجرعه سر میکشد و از لب پیاله ماست 2 هرت می کشد و با کونه دست لبها را پاک می کند. زن طوری نگاهش می کند که انگار می گوید کوفتت بشه. موی صاف خورشید کلاه که شانه نشده است افتاده است رو شانهش. خورشید کلاه جا به جا می شود و دامنش را باد می دهد و می کشدش رو زانوها و به من نگاه می کند و لبخند می زند. علی تو خودش است. به متکا تکیه داده است و مژه‌هایش رو هم نشسته است. مرد خورشید کلاه سخت سرگرم وافور است. حقه را باز کرده است که خالیش کند. سرانگشتانش را که از سوخته تریاک سیاه شده است لیس می زند و ته استکان چای را مزمزه می کند. وافور را کوک می کند. بسته تریاک را می چسباند و خوب ورزش می آورد و درازش می کند به طرفم.
انگار یادش رفته است که نمی کشم. بفرما. علی چشمها را باز می کند و می گوید اون می ترسه معتاد بشه، بدش به من. و وافور را از دست مرد خورشید کلاه می گیرد و بنا می کند به کشیدن. سیر و پر که می کشد آرامش به چهرهش باز می گردد، عوض می شود، حرف زدنش آرام و پرحوصله و بی دغدغه می شود. از صبح که بیدارم کرد تا ظهر که نهار خوردیم و بعد که آمدیم خانه خورشید کلاه، تو رفتارش و حرف زدنش نوعی سردرگمی و کمتاقتی بود. حالا چشمانش که خونی بود و عجول و پرحرکت بود آرام شده است. سفیدی چشمانش بازگشته است. با صدایی زنگدار و خواب زده می گوید نکشیدی، از دستت رفت. بهش لبخند می زنم. زورکی لبخند می زند. انگار دلش نمی خواهد به رویم بخندد. دراز می کشد و می گوید حالا راحت بخوابی. و ساعد دستش را می گذارد رو چشمهایش. مرد خورشید کلاه که هنوز باورش نشده است کسی پای بساط تریاک بنشیند و تریاک نکشد، به گله آتشی که لای خاکسترهاست اشاره می کند و می گوید با همی زغال خوب می شد کشید و گردن می کشد و ادامه می دهد اگه میل داری گرمش کنم. خورشید کلاه می آید تو حرف. اگه می خواست همون اول می کشید و نگاه هم می کند. مرد خورشید کلاه سکوت می کند و می پردازد به وافور. با حوصله حقه را پاک می کند، با دامن پیراهن چوب وافور را برق می اندازد، رو گله آتش خاکستر می دهد و بساط را جمع می کند و بلند می شود. خورشید کلاه استکانها را میبرد بیرون و با کوزه آب برمیگردد و میآید به طرفم و کوزه را میگذارد بالای سرم و میگوید چیزی میل نداری؟ میگویم نه، خیلی ممنونم. به آستانه در که میرسد نور خورشید و اندامش میتابد. طرح پاهای صاف و موزونش تو دامن نازک پیراهن شکل میگیرد. چند لحظه تو چارچوب در میماند. ملتفت شده است که دارم به پاهایش نگاه میکنم. به بهانه حرف زدن تو قاب در بر میگردد و پاهایش را به هم جفت میکند و میگوید در اتاق رو ببندم بهتره. گفتن ندارد. اگر باز بماند تمام گرمای بیرون جاری میشود تو اتاق. زانوهایش، رانهایش و ساقهای پایش به هم چسبیده است. پاها آنقدر صاف است که یک ذره نور از لایشان پیدا نیست. انگار که خراتیشان کردند. خورشید کلاه در اتاق را می‌بندد و می‌رود. صدای چرخ چاه بلند می‌شود. خورنش آرام علی قاطی جاق و جیق چرخ چاه می‌شود. خواب از سرم پریده است. دلم می‌خواهد بخوابم اما نمی‌توانم. همان اول که آمدم اگر علی گذاشته بود خواب رفته بودم. چشمایم را روهم می‌گذارم. ذهنم آشفته است. تصویر شریفه با تصویر خورشید کلاه تو ذهنم قاطی هم می‌شود. گاه خورشید کلاه ورم می‌کند، عین شریفه که دریا پسش داده بود و افتاده بود رو ماسه‌ها و گوش ماهی های ساحلی. پستانهای به قاعده خورشید کلاه ورم می کند و مثل دو دلو بزرگ رو سینه‌اش آویزان می شود. چشمانش تو پف صورتش گم می شود. دارم عصبانی می شوم. نمی توانم خورشید کلاه را از شریف جدا کنم. خال سیاه شریف رنگ می بازد و قهوه‌ای می شود. بعد مثل خرمگس درشتی از بناگوش شریف پر می کشد و می نشیند پشت لب خورشید کلاه و وزوز می کند. چشمان خورشید کلاه جایش را با چشمان شریف عوض می کند. حالا دو خط مورب تلخ از گوشه های لب زیرین خورشید کلاه تا دو طرف چانهش کشیده شده است. خطها جاندار می شوند.
عین دو نخ سیاه، عین دو طول مار که تازه از تخم بیرون زده باشند. پیچ و تاب می‌خورند، به هم می‌پیچند و حلقه می‌زنند دور دهان خورشید کلاه. یکو چشمایم را باز می‌کنم و می‌نشینم. دلم آشوب می‌شود. کوزه را برمی‌دارم که آب بخورم. یک لحظه فکر می‌کنم که توله‌های مار تو کوزه است. آب نمی‌خورم. در حصیری کوزه را می‌گذارم و بلند می‌شوم و از اتاق می‌زنم بیرون.